سینما عنصری مؤثر در فرهنگ سازی. با درود و احترام با سلسله لایف های شب های ایرانی جوایز پارسی، امروز ساعت 1 بعد از ظهر ترانتو در خدمت یکی دیگر از هموطنان گرامیمون هستیم. ایشون جناب امیر ابراهیم جلالیان، نویسنده، منتقد، داستان نویس، مترجم و عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران هستند. بسیار خرسندم که وقت عزیزشون رو به ما دادن و قرار بر این داریم که از این هموطن گرامی بیشتر بشنویم و بیشتر باشون آشنا بشیم. همگی خیلی خوش آمدید. درود بر شما. سلام عرض میکنم سرکار خانم ثانه‌ای عزیز. صدای من دارین؟ بله، من صدای شما رو دارم. درود بر شما. خیلی خوش آمدید. متشکرم از لطفتون و از اینکه وقتی رو اختصاص دادید به بنده. سپاسگزارم. در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. خیلی متشکرم که از این طریق تونستم با شما بیشتر آشنا بشم و هم خودم و هم مخاطبان جوایز پارسی بیشتر از شما بشنون و از اون قلم شیوایی که دارید مروری داشتم بر کیسایی که دارید، بر نوشته هاتون، و واقعا باعث خوشحالی که در خدمتتون هستم. میتونم خواهش کنم خودتون رو بیشتر به مخاطبان جوایز پارسی معرفی کنید؟ خواهش میکنم. اولا که خیلی خیلی از شما تشکر میکنم، سپاس دارم. بنده رو خیلی شرمنده میفرمایید. من امیر ابراهیم جلالیان هستم. حالا به صورت خیلی اجمالی و کلی خدمتون عرض میکنم. متولد 1352 تهران. و حضورتون عرض شود که تقریبا کار نویسندگی رو از سال 78-79 آغاز کردم. البته از نظر تحصیلی من قرار بود اول سینما بخونم، ولی خب قسمتم این شدش که رو بردم به رشته زبان ادبیات انگلیسی و لیسانس ادبیات انگلیسی هستم. در واقع فقط سینما رو از دوران همون نوجوانی فالو میکردم و حضورتون عرض شد که مطالعات زیادی داشتم پیرامون همین حوزه. من از سال 78-79 شروع کردم به نویسندگی. در واقع اولین یادداشتم رو سال 79 در مجله فیلم که از معتبرترین مجلات کشور هستش شروع کردم به صورت حالا پراکنده. سپس در صدد نوشتن یک رمان شدم و تقریبا در سال 81 اولین رمانمو در واقع چاپ و نشر کردم به نام واله. رمانی بودش که به اصطلاح عاشقانه اجتماعی بود و در زمان خودشم تقریبا قابل توجه بودش. البته بعدها مثلا 3-4 سال بعدش توسط یکی از دوستان عزیزم که از کارگردان و فیلمسازای مطرح هم سینما هم تلویزیون بودن که البته مرحوم شدن متاسفانه، حالا زندیات مسعود رسام، قرار بودش بر اساس رمان واله یک فیلم میرم تهیه بکنه که حالا متاسفانه به سرطان امانشون رو برید و برای اینکه فوت شدن، روحشون هم شاد. من بعد از رمان واله رمان بچه که صدایش میکردن اوهوی در واقع در سال 2000 ترجمه کردم به فارسی. رمانی بودش که در واقع بستسلر بود، در امریکا خیلی پرفروش بودش، حتی جایزه هم گرفته بود اونجا و اینو ما برگردونیم
ترجمه کردیم به فارسی. دوم رمانم بودش که ترجمه کردم و در این حین خب فعالیتم در مجلات تقریبا شروع شده بود به تدریج، در مجله فرهنگ و سینما که اونم از معتبرترین، یعنی در واقع جزء قدیمی ترین مجلات سینمای کشور بود، قلم می زدم. همزمان خب بالا به صورت پراکنده در مجله فیلم، همینجور درگیر در واقع نوشتن و مقالات و یادداشت‌های گوناگون. من فکر میکنم حالا از همون اوایل دهه 80 که شروع کردم به در واقع نقد نویسی و مقالات و گفتگوهای خیلی متعدد داشتم با هنرمندهای بزرگ، حدود بیش از 200-300 در اصل مطلب در دو سه تا مجله‌ای که فعالیت داشتم انجام دادم. حدود 20 سالی هم هستش که عضو انجمن منتقدین سینما هستم و سومین رمانم هم پاریس 15 هم بود که سال همین تقریبا 1400 چاپ شد و در واقع با استقبال تقریبا خوبی هم مواجه شد، به خصوص از طرف منتقدین ادبی. همچنانم من مشغول نوشتن در مجلات سینمایی هستم، با مجله تجربه کار میکنم و همچنین با مجله فیلم که از سالیان سال بوده و مجلات دیگر هم که خب متاسفانه به تدریج تو این 7-8 سال اخیر حالا بنا به دلایلی جمع شدن و بستن و جمع کردن و اینا، حالا یا مشکل کاغذ بود یا موارد دیگه ای که به هر حال دیگه ادامه ندادن. این یک توضیح کلی بودش که خدمتون عرض کردم. بسیار سپاسگزارم. دست مریضات ممنونم از توضیحاتی که برامون دادید. اگر بخوام از جناب جلالیان بپرسم، به هر سینمایی نیاز به مخاطب داره و مخاطب گسترده‌ای در سطح جهانی، چه میتوانیم بکنیم که سطح فیلم های ایران که ایرانیان عزیز میسازند بالاتر بره، کیفیت بیشتری داشته باشه و در سطح جهانی بازتاب و بازدید بیشتری داشته باشه؟ سینما و فرهنگ دو واژه و دو بخشی هستن که با هم باید پایا پای حرکت کنن برای اینکه بتونیم بیشتر فرهنگ ایران زمین رو به جهانیان معرفی کنیم. شما به عنوان یک منتقد چی فکر میکنید؟ حضورتون عرض که سرکار خانم سانی عزیز، اساسا سینما، من فکر میکنم که سینمای ایران به خصوص سال هاست با یک افت محسوسی روبرو شده. یعنی اگر بخوایم، حالا من خیلی قیاس نمیکنم با سینمای امروز و با حالا اصلا سینمای پیش از انقلاب، ولی من دارم در رابطه با همین 10 سال اخیر میگم، سینمای ما خیلی دچار افت شده. این سینمای قبل از کرونا داریم، یک سینمای بعد از کرونا داریم. سینمای قبل از کرونا خب از اوایل دهه 70، دهه عذرخواهی میکنم 90، من فکر میکنم که خیلی نزول پیدا کرد. اون درخششی که ما در اواسط دهه 60 و 70 و 80 به خصوص داشتیم دیگه در سینما نداریم. خب بعد از کرونا هم که متاسفانه به اعتقاد من، این نظر شخصی من، سینما رو به زوال رفت هستن. ما اون نسل درخشانی که فعالیت داشتن در واقع صنعت سینما، اون سینماگران، خب هر کدوم به یک طریقی حالا یا فعالیتشون رو کم کردن، یک سری ها مهاجرت کردن، یک سری ها مثل متاسفانه فوت شدن. اون سینمای قابل توجه متاسفانه در کشور روز به روز داره ریزش پیدا میکنه و ما در این چند سال اخیر هم میبینیم که فیلم هایی که قابل بحث و توجه باشن اون چنان ساخته نشدن. شاید تک و توک، چرا، البته فیلم های به اندازه انگشتان یه دست داشتیم، ولی
باید و شاید اون سینمای پرمحتوای دهه 70 تا اواخر دهه 80 دیگه وجود نداره. من البته همیشه اعتقادم بر این بودش که ریشه فیلم های خوب به طور کلی از نوشتن میادش، یعنی اساسا فیلم نام است که به اون اثر یک رنگ و حال و بوی خاصی میده. و گاهی هم من حالا یه پیشنهاداتی هم به خیلی از رفقای سینماگر میدم که چون فرمودید که سینما و فرهنگ، اتفاقا خیلی نکته قابل توجهی رو شما، نکته خیلی جالبی رو اشاره فرمودید، به خاطر اینکه شما توجه فرمایید فیلم هایی که بر اساس رمان ساخته میشه همیشه آثار درخشانی داشته. ما نمونه هاشو خیلی داشتیم، نمونه های خیلی قابل توجهی داشتیم، چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب، آثاری که بر اساس چه حالا در زمینه سریال های تلویزیونی چه فیلم سینمایی. ولی خب خیلی از فیلمسازا کمتر رو میبرن که بخوان بر اساس یک رمان فیلم بسازن. حالا شاید فکر میکنن با قلم خودشون یا با یک فیلم نامه نویس این فعالیت رو داشته باشن، این کار مشترک رو داشته باشن، حالا براشون شاید بهتر باشه. ولی من اساسا به این فکر، یعنی همیشه این فکر رو میکنم که اثر خوب ریشه از نوشتار خوب میاد، این نوشتار خوب هم از یک قلم خوب میاد، قاعدتا قلم خوب هم خب به کتاب تبدیل میشه، چرا که از کتاب ها و رمان های خوب و نویسنده های بسیار ارزشمندی در حوزه ادبیات داریم. من که البته نقطه خیلی کوچیکی هستم در این اقیانوس، یعنی اصلا حوزه ادبیات انقدر گسترده هستش و انقدر اساتید و به اصطلاح قلم های شیوایی وجود داره در مملکت، حالا چه به اصطلاح نویسنده های نسل جدید چه حالا قدیمی هایی که هنوز هم فعال هستن خدا حفظشون بکنه، که اصلا صحبتی نیستش. ولی جنبندی بخوام بکنم سینمای امروز رو من، یعنی شاید شما از خیلی از منتقدین و سینماگران بپرسین، سینمای امروز رو واقعا سینمای مردود شده و بی محتوا دارن میبینن متاسفانه. من اون سلامتی محتوایی دیگه در به اصطلاح فیلم ها آثار وجود نداره، نسل درخشان خیلی کم شدن. حالا باید ببینیم که اینم زمان میبره، شاید چند سالی نسلی که تازه، یعنی تو این چند سال اخیر شاید 7-8 سال وارد این حوزه شدن، بلکه بتونن کارهای به یاد موندنی و واقعا قابل بحثی رو از خودشون به جا بذارن. البته میگم این نیاز به زمان داره، همونطور که به هر حال سالهای دور زمان برد که یک موج نوعی وارد سینما شد و اون آثار فیلم های واقعا استثنایی رو به جا گذاشت و همینطور ادامه پیدا کرد، حتی تا بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرد، مجدد بعد از انقلاب هم از اوایل دهه 70 هم یک نسل جدید سینماگر، چه در زمینه فیلم سازی چه حالا بازیگران آهنگسازهای معتبر وارد این در واقع حوزه سینمایی شدن. باید صبر کنیم ببینیم که آیا تو این چند سالی که در واقع نسل اومده شکوفایی قابل توجهی داره یا اینکه نه. ولی در حال حاضر من سینما رو خیلی به خواب عمیق میبینم، سینمایی که واقعا جونی دیگه توش نیستش. یعنی ما که چیز خیلی چشمگیری در حد مثلا عرض شود خدمتون که حالا یکی دوتا فیلم واقعا قابل توجه و چشم نواز دیگه نبوده. سپاسگزارم از توضیحات جامعی که دادید. باید
من خواهش هم به میکنم. عنوان یک مخاطب این رو خدمتتون عرض کنم. من هم مثل شما فکر میکنم و اینکه امیدوارم که بتونیم به هر حال تغییراتی رو ببینیم. امیدوار هستم دیگه. ببینید اینا همش بستگی داره که هم فضای مناسب نیاز داره، که این فضا باید به هر حال یه بستری به وجود بیاد که حالا این نسل هم بتونه یه حرکتی بکنه. ولی خب اینقدر سینما به خواب رفته که یکم بیدار کردنش سخته. حالا میگم باید این نسل یه حرکتی بکنه که بتونن فیلم های پرمحتوا. واقعا سینمای ما شما توجه فرمایید، فیلم هایی که حالا اجتماعی یا ملودرام بوده تو این چند سال خیلی ضعیف عمل کردن و جاشونو دادن به فیلم های به اصطلاح کمدی. حالا من خیلی کمدی اسمشو نمیذارم، چون اگر بخوایم اسم این فیلم ها رو کمدی بذاریم، واقعا فیلم های کمیکی که در تاریخ سینما ایران هستن یا حتی سینما جهان میرن زیر سوال. حالا فیلم هایی که نمیخوام بگم، فیلم های خیلی ضعیف ضعیف که به اصطلاح اسمشو میگن خنده دار هستش، ولی من اونا رو باز قابل قبول نمیدونم. حتی سینمای کودک و نوجوان شما التفات میفرمایید سال هاست اصلا از بین رأس وجود دیگه نداره، در حالی که سینمای جهان سینمای کودک و نوجوانش تو این چند سال اخیر، شاید تو حالا فکر میکنم 10-15 سال اخیر، اصلا یک رشد عجیب غریب داشته که حتی از نظر گیشه و اقتصادی هم کمک کرده. یعنی اینقدر سینماشون و سینمای کودک و نوجوانشون رو قوی کردن، در حالی که سینمای کودک و نوجوان ما اصلا مرد، تموم شد. یعنی باید برگردیم به دهه 60 و 70 فقط مرور بکنیم که خب فیلم های خیلی خوبی حوزه کودک و نوجوان ساخته می شد. اونم متاسفانه دیگه هیچ اهمیتی بهش داده نمی شه. میگم دیگه باید یکم زمان برد که نسلی که تو این چند سال اومده ببینیم چی در چنته داره و چه کاری میتونه انجام بده، چه کمکی میتونه به سینما واقعا بکنه. من هم امیدوارم. دوستان، ما در سلسله لایو های شب های ایرانی جوایز پارسی در خدمت آقای امیر ابراهیم جلالیان هستیم، نویسنده و منتقد سینما. بسیار خوشحالم که این وقت رو من دادید. سوالی ازتون دارم. با توجه به اینکه پلتفرم، حتی پلتفرم های پخش فیلم همانند سینما، تلویزیون و حتی در گذشته شرکت‌های هواپیمایی فیلم‌های رو به همین الهانم هم پخش می‌کنن، این تغییر کرده، یعنی رفته رفته خودتون می‌دونید، حالا اصلا ما سینمای ایران هم کنار بگذاریم، در سطح جهانی تغییرات بسیار بزرگ و شگفتی داره پیش میاد. بله که بله. دیگه کسی به راحتی سینما نمیره یا پای تلویزیون نمیشینه و حتی اگر که در هواپیما هم سفر میکنیم، بیشتر روی گوشی‌های تلفنمون هستیم و با این کانتنت‌های کوتاه و برنامه‌هایی که تولید میشه. شما چی فکر میکنین؟ چگونه باید در واقع سینماگران ما، تولید کنندگان ما، کسانی که فیلمی رو میسازن، بتونن مخاطبان بیشتری رو جذب کنن؟ فکر میکنین چه پلتفرمی میتونه این کار رو انجام بده؟ ولی خب حقیقت بالا خدمتتون عرض شود که حقیقتا خب این پلتفرمایی که تو این چند سال اخیر هم خیلی مرسوم شده، من فکر میکنم که از این طرفی هم لطمه به سینما زده، چون مردم خوب میشینن منزل و به راحتی فیلمشون رو میبینن. به خصوص یه نکته دیگه هم شما توجه بکنید، اغلب سینماگران حتی تو دهه، یعنی به خصوص در دهه اخیر، رو بردن به نمایش های خانگی. یعنی کمتر میگم اون سینمای اینام حتی بهش لطمه زد و خود سینماگرام شاید یه جورایی، حالا من فکر میکنم که تو این حالا لطمه دخیلم بودن که رو بردن به سینمای، در واقع به نمایش های خانگی. و اینکه خب در سریال های خیلی خوبی، سریال خیلی خوبی هم در این پلتفرما نمایش داده شد و بالاخره ارزشمند بودن.
ولی خب یک تکنولوژیه، باش چجوری نمیشه مبارزه کرد دیگه. یعنی این هم یک بیزینسیه تو دنیا را افتاده، این بیزینس رو خب هم سوددهی داره برای بنیانگذاران این پلتفرما، هم سوددهی داره برای سینماگران. فکر نمی کنم که بشه چجوری مثلا میشه باشه مبارزه کرد. من همچین آینده ای رو نمی بینم که بخوان از بینش ببرن، یعنی بخوان این پلتفرما رو. چون شما توجه فرمودین، همطور که فرمودین، در هواپیما حتی در قطارها شما به راحتی منوی فیلم ها رو باز میکنید، هر فیلمی رو که تمایل دارید و پلی میکنید و میبینید و خیلی هم خوب لذت میبرید. من فکر میکنم یک بیزینس و از این بیزینس هم یه سری ها سودجویی کردن بدون هیچ گونه حقی که به فیلمساز و تهیه کننده بده، فیلم ها رو و سریال ها رو به اصطلاح یه جوری قاب میزنند و در کانال هاشون به نمایش در میارن. خب این حق و حقوق اون سینماگر رو پایمال کردن، یعنی هیچ گونه در واقع احترامی برای نه مالی نه معنوی براشون قائل نشدن. این پلتفرمایی که برای تو این سالهای اخیر 8-10 سالی که، البته شاید بیشتر، 10-12 سالی که مرسوم شده، از طرفی خب رشد و نمو نسلی که دوست داشتن زود رشد بکنن کمک کرده، خب از این طرفی هم به سینما هم یه لطمه زده دیگه. درست. چون در واقع شیفت شدن همه به این پلتفرما، سریال فلان رو میخواییم ببینیم، فیلم فلان رو میخواییم ببینیم دیگه، همه چی در دسترسه. اون حالت نوستالژی که پاشیم حالا مثل قدیم بریم و بلیت بخریم و اینا، میگم خیلی کم رنگ شده. من همون نوستالژی رو بیشتر میپسندم، من همون قدیمیش رو میپسندم که بلیت بخره آدم بره سینما رونق پیدا بکنه، بشینه روی نیم صندلی های سالن ها فیلم رو ببینه. ولی خب دیگه با این حجم از تکنولوژی که سر کره زمین اومده، فکر نمی کنم میشه مقابله کرده، یعنی که خیلی پابلیک شده. بله همینطور، بازارهای سنتی برای فیلم خب در هر جای دنیا، بازم عرض می کنم هیچ فرقی نمی کنه در ایران یا هر جایی باشی، خب رفته رفته داره متاسفانه البته کم رنگ خیلی نمیاد. دفعه آخری که سینما رفتم اصلا متاسفانه کی بودش، همینطور. من یه سینمایی رو توی ایران یادمه، توی تهران یادمه، خیلی کوچیک بودم، سینمای شهر قصه و عباس‌آباد. بله شهر فرهنگ و شهر قصه سینمایی بودن که در واقع در جوار هم دیگه بودن، جنب هم بودن، چهارراه عباس‌آباد و خیابون وزرا، که البته دیگه اونجا رو کوبیدن و ساختن و یک مجموعه شد، یعنی 3-4 تا سالن الان هستش اونجا، سالن کوچیک کوچیک. اون ذهنیت و اون در واقع تصویر نوستالژی که شما تو ذهنتونه دیگه نیست متاسفانه، ولی خب الان یه مجموعه شده و مجموعه فرهنگی هنری و فرحال بعدم نیستش دیگه. حالا اگر من یک روزی سفر کنم به تهران، اگر یه همچین افتخاری رو داشته باشم بیام بخوام در تهران به سینما برم، چه سینمایی الان سینمای نامی هستش در شهر تهران؟ والا سرکار خانم احسانه عزیز، اینقدر سینما ها میدونید یه مقدار شکل و شمایل عوض شده، یعنی در واقع همون برداشت از حالا کشور خارجی بیشتر در مال ها شاپینگ ها مثلا سالن سینما زدن، در هر منطقه ای 2-3 تا مال هستش که داخلشون به هر حال سالن های نه نسبتاً خیلی بزرگ، ولی سالن‌هایی هستش که فیلم نمایش میدن در هر نقطه‌ای. به این شکل شده اون سینمای نوستالژی که شما تو ذهنتون شاید نمیدونم 7-8 تا بیشتر نباشه، و اون 7-8 تا رینوویت شده است، یعنی دیگه اون شکل قدیمو نداره. همون شهر فرهنگ یا شهر قصه که
فرمودید اونم خب در واقع به طور کامل دیگه ساخته شد، یا حالا مثلا یه سینما فرهنگ بود سر قلهک که اون حال همچنان هستش. میگم بیشتر سینما ها رفته داخل مال ها و شاپینگ ها، ولی شما حالا قدم سر چشم بذارین تشریف بیارین، بالاخره سینمایی که میشه تاره قابل توجه باشه براتون و یه مقدار خاطرات رو مرور بکنه هستش حتما. بارم اون روز برسه. به هر حال ممنونم. یه پرانتز بکنم شیطونی کنم. به خاطر اختیار دارید. خواهش میکنم. ممنونم. خواهش میکنم. اختیار دارید. علاوه بر بازارهای سنتی که خب همجور که داشتم در ادامه صحبت شما به ذهنم اومد، خب هنوزم هستش، هنوزم مردم هر جای دنیا باشن به سینما میرن، تلویزیون رو نگاه میکنن، باز هم برای فیلم ها، ولی پلتفرم های متعدد و زیادی اومده. یکی از مسائلی که خب توی مجموعه جوایز پارسی پرژن اوارز در بخش سینما و خودتون میدونین جایزه سینما جوایزه بله، داستانی خودش داره که در سالهای آتی در کنار خود شما عزیزان و سینمایی ها اهالی سینما امیدواریم که بتونیم این کار رو انجام بدیم که حتما یکی از جوایز مهم جایزه پارسی از پرژن اوارز هست. ولی فیلم مارکت تعریف میشه، نظر شما با فیلم مارکت مثل بازارهای فیلم، مثل جشنواره فیلم، جشنواره های فیلم چی هستش برای ایرانیان، برای سینمای ایران شما چه جوری فکر میکنین که میتونه اصلا خارج از کشور باشه؟ حالا داخل کشور هر برنامه ای هستش که خب دارن انجام میدن و خود شماها بیشتر شاهدش هستید، منم که اصلا هیچ آیدیایی ندارم، ولی در ارتباط با جشنواره های فیلمی که بتونیم در کنار همدیگه در خارج از ایران داشته باشیم شما چه جوری فکر میکنین به همون فیلم ها که خدمتون عرض شود که خیلی خیلی موثر. یعنی من فکر میکنم البته در هر حوزه‌ای در هر زمینه‌ای چنین برنامه های اینترنشنالی مؤثره، تأثیر گذاره در بهبود اون، بهبود و روند اون صنعت و اون حوزه شکل و تأثیر به سزایی میذاره و باعث هدفمند شدن میشه، هدفمند شدن اشخاص و افرادی که تو این زمینه فعالیت دارن. شما ببینید در حتی زمینه ورزشی هم توجه فرمایید، خب همین فستیوال ها و برای مسابقات بین المللی چه تأثیری برای ورزشکاران میذاره که اون اشتیاق و ذوق رو پیدا میکنن که بتونن خودشونو در یک کتگوری در جایگاه بالایی نشون بدن. در رابطه با سینما خب قطعا صدق میکنه و تأثیر گذاره دیگه، این کمک میکنه به نسلی که واقعا میخواد خودش رو شکوفا بکنه، نسلی که میخواد خودش رو بیاره بولد بکنه، فقط در این حوزه حالا کوچیک یا یعنی در کشور خودش بسنته نمیکنه، میگه من باید بالاتر رو ببینم، باید روبروم رو ببینم. خیلی هدفمند شروع میکنن و فستیوال هایی که فرمودید شما مؤثر هستش و من امیدوار هستم که این گستردگی خیلی بیشتر بشه چون خیلی تأثیر میذاره. یعنی یک دگرگونی در سینما، حالا ما چون صحبتون در تو سینماست در بخش های دیگه هم به وجود میاره، یه دگرگونی در سینما در همه در واقع لاین هاش به وجود میاره، حالا چه در بازیگری، چه در موسیقیش، فیلمنامه نویسیش، حالا در واقع تدوینش و حالا جلوه‌های ویژه و همه چیش. خیلی نظر مثبتی دارم، یعنی فکر میکنم که این روند در حتی بازسازی سینمای مملکت ما هم موثره، خیلی هم زیاد موثره. شاید یه تکونی بده که به هر حال از خواب بیدار بشه. البته خب همیشه بوده، حالا فستیوالایی که در گذشته هم بوده، سالیان سال بوده و سینماگران ما شرکت کردن و جوایز ارزشمندی هم گرفتن، ولی منظورم که هرچی بیشتر بشه در رشد و شکوفایی نسل به نسل بیشتر میشه تأثیر در
همه جهات میذاره. من خیلی با این ورته موافق هستم. بسیار سپاسگزارم، ممنون از مطالبی کمک بله کمک به سزایی داره واقعا، واقعا کمک به سزایی داره. بسیار سپاسگزارم. تو گپ گفتی که افتخار شو داشتم که با شما آشنا بشم. این حس همکاری، این حس اینه که همه گاردهامون رو بگذاریم زمین، به همدیگه گوش بدیم و بتونیم از این دنیای تکنولوژی، از این بستری که به این گستردگی فراهم شده استفاده صحیح بکنیم. دنیای سوشال مدیا خیلی به هم ریخته است. خوبی هایی داره که الان خب یکی از اینها من در خدمت شما گنجینه‌های سرزمینمون هستیم در داخل کشور، ولی خب بدی های خودشو داره که من نمیتونم نقد کنم چون شما رو روبروی خودم دارم. با اون زبان شیوا و قلم شیوایی که داره، اون زبان دارید، میتونید به راحتی در این ارتباط ساعت ها صحبت کنید و بنویسید. یک مطلبی رو خوندم، دلم میخواد اینو بخونم براتون. بعد از چند روز دیگر با یک درخت که برگهایش ریخته بود مساوی شدم. این را در دنیای سوشال مدیای شما دیدم، ولی میخوام بگم که وقتی که با شما عزیزان ارتباط برقرار میکنیم، اون برگهای ریخته شده دوباره به درختی پر از شکوفه تبدیل میشه و پر از عشق و حال و انرژی خوب به ماها میده که بتونیم از این دنیای تکنولوژی درست استفاده کنیم. بله، باید درست استفاده کرد. توی پنج قاره همه دارن کارهای خوب در کنار هم انجام میدن. من معتقدم که ما هم در کنار هم دیگه، ما حالا در این سمت دنیا، در این سوی دنیا داریم از با هم بودن و از تکنولوژی استفاده کردن، از یک پلتفرمی که میتونه به این وسعت بر حال این کارها رو انجام بده و در عمل ما اینو ثابت کردیم، چرا نه که با جناب جلالیان و جلالیانها بتونیم به سمت جشنواره فیلم ها و مارکت فیلم و جایزه اصلی فیلم پرژن اوارد، جوایز پارسی که حق خود شما عزیزان هست، یکایکتون هست، ما واقعا به اون سمت و سوی بریم. یه مورد دیگه ای که جناب جلالیان، حالا باز دوباره من خودم به عنوان کسی که این طرفی جوی بزرگ شدم، مشغول به کار هستم، با ایرانیان و ملیت‌های دیگه بسیار برخورد میکنم. خب ما خیلی برخورد میکنیم، ما ایرانیانی رو داریم که در سطح‌های بالایی، برای مثال دارم خدمتتون عرض میکنم، در آمازون پرایم، در دیزنی، در سونی، در نتفلیکس، اینها جزو کسانی هستند که این کمپانی‌ها رو دارن اداره میکنن. بله درست. چیزی که ما میتونیم این عزیزان رو همراه کنیم اینه که گنجینه های فیلم، اهالی سینما که در هر جای دنیا هستن و سالیان سال زحمت کشیدن و این رزومه های پربار رو دارن، در کنار این تکنولوژی و در کنار ایرانیانی که هنوز نفسشون سرزمینشونه، بتونیم این زنجیر رو به وجود بیاریم که این اتفاق، ما امید بر این داریم با این بستری که در پرژن باز جوایز پارسی ما به وجود آوردیم که بر پایه متخصصین سلش تکنولوژی هستش، بتونیم فراهم کنیم. شما چجوری فکر میکنین؟ چجوری میشه این خرد جمعی پیش بیاد؟ چجوری میشه این همگرایی پیش بیاد، هم افزایی بشه؟ چی کار باید بکنیم؟ چجوری همه قدم جلو بگذارن به نظرتون؟ حضورتون هست شود که اولا که واقعا من یه تشکر مضاعف از شما و در حال مدیریت مجموعه پرژن اوارز میکنم. بدون هیچ گونه وابستگی دارید یک کار فرهنگی ریشه‌ای خیلی اساسی انجام میدید برای در واقع فرهنگ و هنر و ادبیات مملکتتون، با این که اونور حالا دنیا هستید، شاید خیلی اشراف به مسائل داخلی نداشته باشین، ولی همین که این همت رو گذاشتین و یک کار اصولی دارید انجام میدید قابل ستایشه. سپاسگزارم ازتون. همین که پیرو صحبتی که فرمودین، اینو عرض بکنم، جوابش فقط همبستگی اهل هنر هستش که با هم زنجیروار و با یه ائتلاف بتونن کمک بکنن به در واقع
این نکته که شما فرمودید. چون ببینید اگر فقط یه من و ایکس و ایگرگ باشیم، یعنی به تنهایی نمیشه یک حالا اون کمک کلی رو از نظر پیشرفت و روند مسائل کلی که هستش به وجود آورد. باید در سراسر، یعنی باید ایرانیایی که در سراسر دنیا هستن، به خصوص حالا بیشتر چون متمرکز در کشور هستن، حالا منتقدینی که در کشور هستن، اهل قلم و ادبیات و فرهنگی در کشور هستن، اینا هم همه پا جلو بذارن که بتونن این مسائل فرهنگی هنری رو برای کشور ما تو دنیا بولد بکنن، تو دنیا نشون بدن. اینا فقط بستگی به یه وحدت کلی داره، یه وحدتی که برای همه با هم تشریک مساعی بکنن، تبادل نظر بکنن، دست به دست هم بدن که بتونن به هر حال نتیجه مثبت و مطلوبی داشته باشن. در غیر این صورت که میگن یه دست که صدا نداره دیگه، شما از اون ور دارین سعی و تلاشتون رو میکنین، حالا یکی مثل من از اینجاست، یکی مثلا از آلمانه، ولی باید یا کشورهای دیگه، منظور دارم عرض میکنم، باید به طور کلی به خصوص من فکر میکنم که اهالی هنر در کشور و یا فرهنگ در کشور، اونایی که حالا من در واقع جزء کوچیکشون هستم، باید با هم دیگه اینجا تبادل نظر داشته باشیم، همکاری بکنیم که بتونیم در این کارهای فرهنگی هنری تأثیر مثبتی داشته باشیم. تماما برمیگرده به همبستگی خودمون که این رشد، برای کمک به این رشد دست به دست بدیم. یعنی به تنهایی واقعا شدنی نیستش دیگه، میگم که یعنی باید اهالی هنر همه با هم یک همفکری بکنن. به اصطلاح اگر من از کسی درخواست کردم، از در رابطه با هم صنفی خودم، باید اون ایشونم پا جلو بذاره، از شخص دیگه هم اگر خواستم باید پا جلو بذارن که بتونیم یک تأثیر چشمگیری داشته باشیم. نظر من بله، بسیار سپاسگزارم. خب اینترنت یک مقداری مثل اینکه داره اذیت میکنه دوستان. خب همونجوری که همگی شما مخاطبان جوایز پارسی و اهالی سینما میدونید، سینما در جوامع پیشرفته امروزی یک رسانه مهم و اثرگذار بوده و پر از بحث. یعنی هر جای جهان که سر بزنید، سینما در واقع هم پر مخاطب بوده و همچنین پر بحث. علاوه بر بُعد فرهنگی خودش در فرهنگ سازی و تاثیرگذاری بر فرهنگ جوامع مختلف هم بسیار بسیار مهم بوده و ارزشمند بوده. من منتظر میمونم که به ما مجددا ملحق بشن جناب جلالیان عزیز. باز هم اینترنت زیاد اذیت نکرد و خوشحالم که تونستم در خدمت ایشون باشم. پرژن وارز جوایز پارسی اولین جایزه مستقل بین المللی هستش که یکی از جوایز بسیار مهمش جایزه سینما هست، همانند آسکار برای ایرانیان جهان که تا به حالی همچین اتفاق خوبی رقم زده نشده. در واقع ما در پرژن وارز جوایز پارسی از این پلتفرم، از این تلاشی که داریم شبانه روز انجام میدیم به گنجینه های سرزمین، به اهالی سینما، حالا ما فقط در مورد جایزه سینما داریم صحبت میکنیم، تماس میگیریم، ارتباط برقرار میکنیم که بتونیم این عزیزان رو در هر جای دنیا که هستن در کنار خودمون داشته باشیم که رفته رفته در سالهای آتی همون جوری که میلیون ها و میلیون ها مردم جهان منتظر آسکار هستن، منتظر جایزه پرژن وارز، جوایز پرژن وارز برای سینما هم باشن. که خب در کنارش وقتی یک همچین اتفاق عظیمی رقم زده بشه در هر شهر بزرگ ایرانی نشین جهان، باعث میشه که هم فرهنگ سازی بشه، هم ملیت های دیگه با
ایران ما و فرهنگ ما بیشتر آشنا بشن، با سینمای ما بیشتر آشنا بشن، هم اهالی سینما و کسانی که چه هنرمندان هستن، چه بخش پروداکشنش، کسانی که پشت صحنه هستن، براشون کار تولید بشه. این عزیزان زمان و زندگی خودشون رو در این راستا گذاشتن و ما و تیم جوایز پارسی در این راستا بسیار جدی هستیم، چون که مربی مجموعه منتور بنده و پدید آورنده جوایز پارسی اصلا در رزومه کاریشون در ارتباط با سینما بخش‌های بسیار بسیار ارزشمندی دیده میشه. خب من فکر میکنم که اینترنت از سمت جناب جلالیان متاسفانه قطع شد. دوستان عزیزم، لایوی که امروز در خدمت آقای جلالیان بودیم در شبهای ایرانی، ولی در بخش گفتگو با متخصصین بودش. اگر که برای من ریکوستی رو فرستادید، ریکوست های متعددی برای من اومد که شما رو دعوت به گفتگو کنم، از شما خواهش میکنم در لایو هایی که خودم تنها هستم محبت کنید، تشریف بیارید، قدم بر چشمان من میذارید. سپاسگزارم از طرف خودم، از طرف جناب جلالیان، از همگی شما عزیزان خدافظی میکنیم و قول میدم که در برنامه های بعدی در خدمت ایشون مجددا باشیم. تا دیداری بعد، همگی شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.